اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان در مورد توافق نامه سیاسی محترم دکتر عبدالله عبدالله با محترم دکتر محمد اشرف غنی احمد زی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. جمعیت اسلامی افغانستان. اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان در مورد توافق نامه سیاسی محترم دکتر عبدالله عبدالله با محترم دکتر محمد اشرف غنی احمد زی. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یکی از ارگان اصلی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی که محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله نامزد پیشنهادی این حزب در انتخابات سال 1398 برای احراز کرسی ریاست جمهوری بود، در توافق اخیر ایشان با دکتر صاحب محمد اشرف غنی احمد زی شریک نبوده و با ارجاع به فیصله و توافقات مشترک شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله نامزد این حزب تذکر نکات آتی را لازم می داند. 1. جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خلاف قانون و طرز العمل های انتخاباتی و فاقد استانداردهای لازم مشروعیت بود. از همین رو جمعیت اسلامی افغانستان از همان آغاز موضعش را صریح بیان کرده بود که هر گونه حکومت بیرون شده از دل این انتخابات مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد. 2. جمعیت اسلامی افغانستان با نظر داشت توافق ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان و آغاز خروج نیروهای این کشور از افغانستان و آمادگی ها برای گفتگوهای ملی صلح و همچنان وضعیت دشوار جهانی شیوع ویروس کرونا و ضرورت همبستگی ملت ها در مواجه یک پارچه با این مشکل با شکل گیری یک حکومت مبتنی بر توافق سیاسی میان همه طرف های عمده سیاسی افغانستان که ساختار قدرت سیاسی در آن غیر متمرکز و مرجع تصمیم گیری در آن تک فردی نبوده باشد مخالف نبود، اما در توافق کنونی محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله و محترم دکتر محمد اشرف غنی با مشروعیت بخشیدن و نتیجه تقلبی انتخابات سال 1398 هجری خورشیدی رأی وارده واقعی مردم نادیده گرفته شده و به اعتماد و باور ملی به روندها و پروسه های مردم سالاری آسیب جدی رسانیده و از جانب دیگر ساختار متمرکز قدرت نیز حفظ شده است که پذیرش آن برای جمعیت اسلامی افغانستان به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت می باشد. 3. جمعیت اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال کسب ماموریت نبوده، بلکه هدف این حزب از غیر متمرکز سازی نظام از طریق مشارکتی سازی مرجع تصمیم گیری های ملی تأمین عدالت و ثبات سیاسی پایدار در افغانستان بوده و از این مطالب عدالت خواهانه مردمش در جهت تغییر ساختار استبداد پرور نظام متمرکز هرگز عقب نشینی نخواهد کرد. 4. با توجه به نیاز کنونی جامعه ما به صلح عادلانه و پایدار و همچنان با در نظر داشت قربانی های جمعیت اسلامی افغانستان در راه صلح از جمله شهادت رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح استاد برهان الدین ربانی، در این راه این حزب باور دارد که دستیابی به صلح عادلانه از مسیر راه اندازی گفتگوهای ملی صلح با حضور و مشارکت واقعی همه طرف ها و شکل گیری اجماع ملی در این زمینه نیاز است. همچنان این حزب باور دارد که پاسداری از مردم سالاری و حفظ دست آوردهای جندهای اخیر در روند گفتگوهای صلح وجیبه ملی همه شهروندان افغانستان می باشد. اعضای محترم جمعیت اسلامی افغانستان، برای تغییر ساختار نظام متمرکز و برپای حکومت مبتنی بر رأی واقعی مردم تعهد راسخ داشته و با آموزش از تجارب نیم قرن مبارزه جهاد و مقاومت و دولتداری و همچنان تجارب شکست و پیروزی های مختلف و فراز رو نشیب های متعدد در این مدت در مشوره با سایر اعضا و شخصیت های همسو قوی تر از پیش در میدان مبارزه باقی خواهیم ماند. جمعیت اسلامی افغانستان، با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای دیگر. خدا یار و نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.